طی روزهای گذشته دو نفر از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در بلژیک و فنلاند از سمت خودشون استعفا دادن. هر دو دلیل استعفای خودشون رو سرکوب مردم ایران اعلام کردن. در اوج اعتراضات میلیونی مردم در سال گذشته اما البته چندین مورد از این استعفاها داشتیم. همه میدونن که این استعفاها در آسمان بی ابر اتفاق نمیفته. اینطور نیست که کسانی به اصطلاح ناگهان از خواب غفلت بیدار شده باشن و پس از 31 سال تازه متوجه جنایت پیشگی این رژیم شده باشن. این استعفاها بازتاب خروش انقلابی مردم در خیابونه. پایه های این رژیم رو مردم حسابی لرزوندن و به دنبال این زمین لرزه اجتماعیه که این ریزش ها داره اتفاق میفته. جمهوری اسلامی هرچقدر هم با چنگ و دندون خونینش از مردم قربانی گرفته باشه و موقتاً جلوی اعتراضات خیابونی رو سد کرده باشه، نمیتونه خودش رو از کابوس سرباز کردن مجدد انقلاب مردم خلاص کنه. رژیمی که دورنمای بقا نداشته باشه از داخل هم فرو میریزه. وضعیت البته فقط به این سفیر و کنسول محدود نمیشه. در رأس این حکومت شکاف‌های جدی وجود داره. آیت الله‌ها به جون هم افتادن. کمپین جهانی علیه سنگسار این رژیم رو به یکی از منفورترین رژیم‌های دنیا تبدیل کرده. به یک دیگه از عاقبت محتوم سرنگونی هشدار میدن. تحریم‌های جهانی کمرشون رو شکنده، صداشون بلنده که طرح‌های امنیت اجتماعی به شکست کشیده شده، چرا که در تهران بدحجابی به کشف حجاب تبدیل شده. بازوان نیرومند سپاه که نه، حتی از خدا و امام زمانشان نیز قطع امید کردند که با دست نامرئی به کمکشون بیاد. این وضعیت رژیمیه که مردم اون رو پس زدن. هیچ جایگاهی در بین مردم نداره. علیش دست به شورش و انقلاب زدن. همونطور که گفتم در صف جناح‌های حاکم هم شکاف عظیمی وجود داره و هر روز مجلس و دولت به همدیگه گیر میدن و اینجاست که خودی‌های سابق هم صف عوض میکنن. موندن در کنار چنین رژیمی فقط و فقط مایه سرفکندگیه. اگه کسی بخواد از خشم و نفرت مردم در امان بمونه، بهترین راه اینه که صفوف رژیم آدم کشان رو بلافاصله ترک کنه. به هر درجه که حضور مردم در صحنه بیشتر و تعرض به جمهوری اسلامی قوی تر باشه، باید انتظار داشت که شمار بیشتری دست از همکاری با این رژیم بردارن و صفوف جمهوری اسلامی رو ترک کنن. و بالاخره آخر این که استعفاهای دیپلمات‌های جمهوری اسلامی گواه دیگه‌ایه که سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی به عنوان مرکز توطئه و جاسوسی و تروریسم باید در همه جا بسته بشه و حکومت سنگسار شلاق و اعدام و ترور باید از مجامع عمومی بین‌المللی ترک بشه و هیچ جا به رسمیت شناخته نشه.